سخنگوی شورای روهینگیای اروپا از قتل عام 2 الی 3 هزار مسلمان طی 3 روز در میانمار خبر داد. دکتر آنیتا شاگ، سخنگوی شورای روهینگیای اروپا ERC اعلام کرد در حملات 3 روز اخیر ارتش میانمار در ایالت آراکان 2 الی 3 هزار مسلمان کشته شدند. در همین راستا نورالاسلام، رئیس سازمان ملی آراکان روهینگیا در مقر این سازمان در لندن، در گفتگو با خبرنگار آناتولی تاکید کرد باید کمیسیونی مستقل برای بررسی کشتار مسلمانان در ایالت آراکان میانمار و همچنین اجرای توصیه‌های کوفی آنان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد مسلمانان روهینگیا تشکیل شود. حالا کیاو، رئیس شورای روهینگیای اروپا، هفته گذشته در گفتگو با خبرنگار آناتولی تاکید کرده بود که اعزام نیروهای جدید به منطقه مونگداو در ایالت آراکان از سوی دولت میانمار نشان می‌دهد که نسل‌کشی در روهینگیا تشدید خواهد شد. از اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه می‌خواهیم برای جلوگیری از نابودی جامعه روهینگیا به دولت میانمار فشار بیاورند. گفتنی است در سال 2012 میلادی در پی بروز درگیری میان بوداییان و مسلمانان در میانمار تراژدی روهینگیایی برملا شد. در این درگیری‌ها شماری بسیار که اغلب آنان را مسلمانان تشکیل می‌دادند کشته شدند، صدها خانه و محل کار سوزانده شد و هزاران نفر به دلیل وقایع خشونتبار مجبور به ترک این منطقه شدند. در همین راستا سازمان ملل مسلمانان میانمار را که از طرف دولت این کشور از حقوق شهروندی محروم شده اند به عنوان اقلیت دینی که در معرض بیشترین ظلم‌های انسانی در جهان قرار دارند می‌شناسد.